پرونده امروز شاید یکی از دردناکترین پرونده هایی باشه که تا امروز براتون تهیه کردم. به جرئت میتونم بگم شنیدن جزئیات این پرونده دل هر انسانی رو به درد میاره. ماجرای یک پدر و مادر دلسوزه که به وحشیانه ترین شکل ممکن به قتل رسیدن. اما وقتی انگیزه قاتل از کشتن اونا مشخص شد، به دردناک بودن حادثه هزار برابر افسوده شد. با من همراه باشید تا جزئیاتش رو براتون تعریف کنم. بارتو کریستا در سال 1994 با هم ازدواج کردند. اونا از هم صاحب دو فرزند پسر بودن، میچل 24 ساله و چندلر 23 ساله. میچل از دانشگاه وینسکانسن فارغ التحصیل شده بود و هنوز ازدواج نکرده بود، اما با نامزدش به صورت مستقل زندگی میکرد. چندلر پسر کوچیک خانواده‌ام هنوز با پدر و مادرش بود و قرار بود به زودی از دانشگاه فنی مدیسن فارغ التحصیل بشه. اون برای یک شرکت بزرگ بیمه هم کار میکرد و اواخر موفق شده بود توی شرکت اسپیس ایکس ایلان ماسک هم استخدام بشه. همه چیز برای این خانواده عالی بود. همه چیز داشت خیلی خوب پیش میرفت تا اینکه در روز دوم جولای سال 2021 کریستا مادر خانواده در محل کارش حضور پیدا نکرد و همین باعث شد که کل همکارانش نگران اون بشن. یکی از اون افراد دن بود. اون مرد جدا از اینکه همکار کریستا بود، یکی از دوستان صمیمی اونم بود و میگفت که این نیومدن کریستا به سر کار کاملا غیر عادی بود. برای همین بعد از ظهر اون روز دن به همراه دوست دخترش به در خونه کریستا رفت تا از اون خبر بگیره و دوربین های مدار بسته هم اومدن اون رو نشون میدن. اون بعد از اینکه زنگ خونه رو زد و جوابی دریافت نکرد، تصمیم گرفت خودش اطراف خونه رو بررسی کنه و در کمال تعجبش وقتی که به داخل گاراژ خونه نگاهی انداخته بود، دیده بود که هر دو ماشین کریستا و همسرش داخل گاراژ هستن. همون موقع پسر کوچیک خانواده چندلر با حوله‌ای که روی سرش انداخته بود از خونه بیرون اومد و گفت که در حال حمام کردن بودم که نتونستم درو باز کنم. اما برای چی به اینجا اومدید؟ دن هم گفته بود چون مادرش سر کار نیومده و تلفنش هم جواب نمیده، نگرانش شده بود و میخواسته خبری از اون بگیره ببینه حالش خوبه یا نه. چندلر هم گفته بود نگران نباش، حال پدر و مادرم خوبه، اما خب برای یک کار اضطراری به کلبه کوهستانیمون که توی طوفان آسیب دیده رفتن تا بتونن تعمیرش کنن. اون کلبه حدود 260 کیلومتر با اونجا فاصله داشت و معمولا خانواده هالدرسون برای تعطیلات از اون استفاده میکردن. خونه‌ای که از پدر و مادر بارت به اون رسیده بود و چون در سال 1940 ساخته شده بود خیلی قدیمی و فرسوده بود. دن در طول روزهای آخر هفته، یعنی روزهای شنبه و یک شنبه، هم سعی کرده بود با دوستش کریستا تماس بگیره، اما تلفن کریستا هنوز خاموش بود و جواب نمیداد. همین شد که اون مرد دوباره نگران شد و به سراغ چندلر رفت و از اون سوال کرد که آیا واقعا مطمئنه که حال پدر و مادرش خوبه یا نه. چندلر هم به اون پیامک مادرش رو نشون داده بود که توی اون کریستا گفته بود یا تا دوشنبه شب آخر وقت و یا تا بامداد سه‌شنبه بر میگردن. خب این نشون میداد که نیازی به نگرانی نبود. چندلر اون روز از دن درخواست میکنه چون پدر و مادرش نیستن و تو این چند روزه حسابی حوصله‌اش سر رفته، اون رو برای بازی کردن بازی‌های کامپیوتری به خونش دعوت کنه. دن هم همین کارو کرده بود و اونا با هم به دیدن آتش بازی رفته بودن و بعد از اون هم به درخواست خود چندلر به خونه رفته بودن و با هم بازی‌های کامپیوتری کرده بودن. دوشنبه گذشت، سه شنبه هم گذشت تا اینکه چهارشنبه رسید و اون موقع بود که دیگه دن مطمئن شد اتفاقی برای کریستا و همسرش افتاده. کریستا در روز سه‌شنبه وقت دکتر داشت و امکان نداشت اون به هر دلیلی وقت دکترش رو از دست بده.
و تمام اینا باعث شد که در روز چهارشنبه دن به سراغ چندلر بره و از اون بخواد که موضوع رو به پلیس گزارش بده و اگر این کارو نکنه ممکنه که اون خودش به کلانتری برو گزارش ناپدید شدن پدر و مادرش رو بده. چندلر هم وقتی دیده بود دن واقعا ولکن ماجرا نیست، صبح همون روز ساعت 11:30 صبح به کلانتری رفت و گزارش ناپدید شدن پدر و مادرش رو داد. بعد از ثبت این گزارش، تحقیقات بلافاصله برای پیدا کردن اون زن و شوهر شروع شد. ماموران در ابتدا قبل از اینکه به اون کلبه کوهستانی برن، به خونه اصلی بارت و همسرش رفتن و سعی کردن با بررسی اطراف خونه، پرسجو از در و همسایه و چک کردن تصاویر دوربین های مدار بسته به سرنخی برسن. اتفاقا چندلر هم با پلیس ها همکاری زیادی داشت و سعی میکرد که همه جای خونه رو به دقت به اونا نشون بده. اما چیزی که عجیب بود، پسر بزرگ خانواده یعنی میچل به ماموران پلیس گفت پدر و مادرش اگر میخواستن حتی برای یک روز به جایی برن به اون خبر میدادن، اما این بار از رفتنشون به اون کلبه کوهستانیشون به اون چیزی نگفته بودن. توی خونه یادداشت دستنویسی روی دیوار چسبیده بود که توش نوشته شده بود چندلر، امیدوارم روز خوبی رو داشته باشی. پایین یادداشتم شماره تلفن یکی از همسایه ها بود و این نشون میداد که آقای بارت یک پدر بسیار دقیق و محتاط بود و فکر موارد اضطراری رو هم کرده بود. یعنی اگر یه موقع خونه نبود و پسرش کار فوری براش پیش میومد، میتونست با شماره‌ای که اون قبلاً هماهنگ کرده بود تماس بگیره و درخواست کمک کنه. اما حالا اینکه اونا خودشون به یک سفر رفته بودن و از رفتنشون به هیچ کس چیزی نگفته بودن واقعاً عجیب بود. از اون طرف هم ماشیناشون توی گاراژ خونه بود و این قضیه رو مشکوک میکرد. البته چندلر به ماموران پلیس گفته بود که پدر و مادرش با دوستانشون رفته بودن و نیاز نداشتن که ماشینای خودشون رو ببرن. میچل پسر بزرگ خانواده وقتی که از این موضوع مطلع شد، به همراه نامزدش خیلی سریع با ماشین خودشون به سمت کلبه کوهستانیشون راه افتادن و وقتی که اونجا رسیدن دیدن که چند تا مأمور پلیس هم اونجا هستن و میخوان کلبه رو بررسی کنن. Sheriff's office, anybody inside? Announce your presence, make yourself known. پلیس‌ها وقتی وارد شدن داخل کلبه کاملا تاریک بود و هیچ نشونه از بارت و کریستا در اونجا وجود نداشت. داخل سولم به چیزی دست نخورده بود و کاملا مشخص بود برای مدت طولانی کسی به اونجا نیومده بود. وقتی پلیس‌ها در حال جستجو در اطراف کلبه بودن، چندلر پسر کوچک خانواده‌ام توی محله خودشون به در خونه همسایه‌ها می‌رفت و از اونا در رابطه با اینکه آیا چیز مشکوکی در روز رفتن پدر و مادرش دیدن یا نه سوال میکرد. اما خب این کار اون چندان کمکی به پیدا شدن پدر و مادرش نکرد، چون که قبل از اون ماموران پلیس خودشون به در خونه همسایه‌ها رفته بودن و حتی تصاویر دوربین‌های مداربسته رو هم جمع‌آوری کرده بودن. ولی خب اون پسر کار خودش رو میکرد. بارت و کریستا یک زوج دوست داشتنی بودن. کریستا توی قسمت خدمات مشتری نمایشگاه ماشین کار میکرد و همسرش بارت حسابدار یک شرکت تجاری بین المللی بود. اما اواخر به خاطر فراگیری کووید 19 اون از توی خونه دورکاری میکرد. آقای بارت علاقه زیادی به نجاری هم داشت و همیشه سعی میکرد اوقات بیکاریش رو در کنار همسر و بچه هاش باشه. اما تقریبا یک ماه قبل از ناپدید شدن اونا، هر دو پسرشون دچار مشکلات جسمی شدن. آزمایشات پزشکی میچل نشون میداد اون مبتلا به دیابت شده و چندلر هم چون از پله‌های خونه‌شون به پایین افتاده بود، گردنش بدجور آسیب دیده بود. چندلر اواخر توی اتاق زیرزمین خونه زندگی میکرد. اتاقی که حسابی در هم ریخته بود و میگفت به خاطر آسیبی که به چشماش وارد شده بود میبایست به دور از نور آفتاب میبود و توی اون اتاق کارهای شرکت بیمهی که توش کار میکرد رو به صورت دورکاری انجام میداد. و یکی از دلایل دیگرش هم این بود که اون اتاق
دارای یک سرویس بهداشتی مستقل بود و اون نیاز نداشت که با اون گردن شکستش از پله‌های خونه بالا و پایین بره. اما چیز عجیب دیگه‌ای که توی اون خونه توجه ماموران رو به خودش جلب کرد، شومینه داخل سالن خونه بود که شیشه نداشت. چندلر میگفت یک روز وقتی داشت با سگشون جلوی شومینه توپ بازی میکرد، توپ به شیشه اون خورده بود و شکسته بود. البته به تعمیرکار گفته بودن بیاد درستش کنه، اما هنوز نیومده بود. طبق گفته های دوستای چندلر، اون پسر به خاطر ظاهر جذابی که داشت بین دخترها خیلی محبوب بود و همین باعث شده بود که دوست دختر فابریکش، دوست دختر اصلیش، نسبت به رفتارهای اون یک مقدار حساس باشه. اما هرچی که بود، کافرین چون در گذشته چند باری دوست پسرش رو با دخترهای دیگه دیده بود، از یه زمان به بعد سعی کرده بود که با استفاده از اپلیکیشن هایی مثل Finds My Friend Apple و یا Snapchat موقعیت جغرافیایی دوست پسرش رو ردیابی کنه تا مطمئن بشه که اون جای دیگه‌ای به غیر از خونه خودشون نیست. اقدامی که هم جالب و اتفاقا توی این پرونده خیلی کمک کننده بود. چند روزی گذشت و هنوز ماموران پلیس به نتیجه نرسیده بودند، تا اینکه یک روز از صاحب یک مزرعه به اونا گزارشی داده شد که توی اون گزارش اومده بود چندلر به صورت مشکوک در اطراف زمین‌های اون دیده شده بود. مزرعه‌ای که در حقیقت برای پدر دوست دختر اون، یعنی کافرین بود. خب تا اینجای کار ماموران پلیس تا حدود زیادی به اون پسر مشکوک شده بودن، اما مشکلی که داشتن این بود که مدرک محکمی توی دستشون برای بازداشت اون نداشتن. برای همین به سراغ دوست دخترش کافرین رفتن تا با اون صحبت کنن و ببینن که آیا واقعا چندلر اواخر مشکلات روحی روانی داشته یا نه و کلن در رابطه با اون چی فکر میکنه. You don't think he had anything to do with his mom and dad being unheard from? No. I just, no. That'd be crazy. But I just don't see him killing Mr. and Mrs. Halderson. Like, he had SpaceX. Like, why would he jeopardize something he, like, would dream of? You know? Yeah. Like, they're his parents. For Christmas, they got him and his brother matching tool sets. Like, come on. Okay. He cooks dinner for them. They have root beer floats together. They play Mario Kart whenever his parents want to. خب همونطور که شنیدید، کافرین گفت امکان نداره که دوست پسرش بلایی سر پدر و مادرش آورده باشه. اما خب بارت و کریستا کجا بودن؟ جواب این سوال زمانی داده شد که ماموران پلیس با سگ‌های تربیت شده‌شون شروع به جستجو در اطراف مزرعه پدر کافرین کردند. اونجا یک منبع سوخت زنگ زده پیدا شد که داخلش یک قیچی و یک اره دستی خونی بود. بعد از اون با کمی جستجوی بیشتر پلیس‌ها موفق شدن قسمتی از بدن یک انسان رو پیدا کنن، بدنی که دست و پا نداشت و سرش هم ازش جدا شده بود. آزمایشات خیلی زود مشخص کرد که اون نیمتنه پیدا شده متعلق به آقای بارت بود، اما هنوز اثری از همسرش کریستا نبود. هرچند که انتظار می‌رفت اون زن هم دچار سرنوشت وحشتناکی مثل شوهرش شده باشه. بعد از پیدا شدن جسد آقای بارت، پلیس شعاع جستجو رو گسترش داد و در کمال ناباوری اونا خیلی زود تونستن بدن مسله شده کریستا رو هم مثل بدن شوهرش بدون دست و پا و سر در اطراف اراضی اونجا پیدا کنن. بارت و کریستایی که تا اون لحظه همه فکر میکردن فقط ناپدید شدن، حالا اجسادشون در بدترین وضعیت ممکن پیدا شده بود و معلوم نبود چه کسی و با چه انگیزه اونا رو اونطور وحشیانه به قتل رسونده بود. ماموران پلیس دوباره به سراغ چندلر پسر کوچک خانواده رفتن، ولی چون مدرکی از اون نداشتن، اون رو فقط به جرم دروغگویی بازداشت کردن تا بلکه بتونن توی بازجویی ها از اون به نحوی اعتراف بگیرن. I'm not BSing you, okay?
چندلر هیچ وقت قتل پدر و مادرش رو گردن نگرفت و بعد از اینکه درخواست وکیل کرد دهنش رو برای همیشه بست و دیگه چیزی نگفت و حالا پلیس ها باید دنبال مدرک دیگه ای میگشتن. اونا دوباره به خونه بارد رفتن و این بار توی اون شومینه مشکوک بدون شیشه وقتی خاکسترهای داخلش رو زیر و رو کردن تونستن تعداد 200 خورده تک استخون ریز رو در اونجا پیدا کنن. تک استخونهایی که برای دست و پاهای بارد و همسرش بودن. همسایه‌ها وقتی از این موضوع مطلع شدن گفتن که اتفاقا در روز دوم جولای روز جمعه بوی گوشت کباب شده زیادی رو از خونه اونا احساس کرده بودن، اما اصلا به ذهنشون خطور نکرده بود که اون بوی گوشت میتونست بوی گوشت انسان باشه. تصاویر دوربین‌های مداربسته همسایه روبرویی هم این موضوع رو تایید میکنه. اون نور کوچک کنار تصویر درست برای زمانی هستش که چندلر داشت تکه های بدن پدر و مادرش رو توی شومینه میسوزوند، اما اون موفق نشده بود اونطوری که باید و شاید اجساد رو با سوزوندن توی شومینه از بین ببره و دلیل مهمش هم همون بویی بود که توی محل پخش شده بود. اون میدونست که اگر به این کار ادامه بده یا همسایه‌ها به در خونه‌شون میاد یا اینکه با پلیس تماس میگیرن. برای همین باقی مونده اجساد رو به نزدیکی مزرعه پدر دوست دخترش برده بود. این عکس هم برای یکی دو سال قبل از این اتفاق هستش که اون با یک ساتور در کنار رودخونه همون منطقه گرفته. اما پلیس ها چطور متوجه شدن که این چندلر بود که اجساد رو به اونجا برده بود؟ خب گفتم که پدر دوست دخترش به پلیس ها زنگ زده بود و گفته بود که اون رو دیده و خود کافرین هم با استفاده از اسنپ چت تونسته بود آواتار دوست پسرش رو در مکان کشف اجساد ببینه، چیزی که برای اون خیلی عجیب بود و همون لحظه از اون صفحه اسکرین شات گرفته بود. و حتی آخر هفته چندلر به اون زنگ زده بود و بهش گفته بود چون پدر و مادرش نیستن وضع خونهشون خیلی به هم ریخته و از اون درخواست کرده بود که برای تمیز کردن خونه به کمک اون بیاد. کافرین هم این کار رو کرده بود، اما هیچ شواهدی علیه اون دختر مبنی بر این که اون هم امکان داره توی قتل دست داشته باشه وجود نداشت و کاملا مشخص بود که اون فقط برای تمیز کردن خونه به کمک چندلر رفته بود و اصلا نمیدونست که اون آثار بجا مونده روی زمین آثار یک جنایت وحشتناک بود. چندلر پدر و مادرش رو با شلیک گلوله از پشت کشته بود، گلوله هایی که از یک تفنگ رایفل شلیک شده بودن و اون از دوستش هدیه گرفته بود. اون تفنگ دو ماه بعد توی انبار خونه به همراه 480 تا فشنگ پیدا شد. اما سوالی که حالا ذهن خیلی رو درگیر خودش کرده بود این بود که چندلر چرا باید دست به چنین جنایت وحشتناکی میزد؟ خب در حقیقت اون پسر یک دروغگوی بزرگ بود، پسری که هرچی در مورد تحصیلاتش، در مورد کارش توی شرکت بیمه، در مورد استخدامش توی سازمان فضایی اسپیس ایکس گفته بود تمام دروغ بود. اون توی اتاقش به جای دورکاری صبح تا شب بازی کامپیوتری میکرد و ایمیل هایی که به دانشگاه داده بود تمام ایمیل هایی بودن که خودش با اسامی ساختگی خودش ساخته بود. مسئول دانشکده هم به پدر اون گفته بود هیچ کدوم از ایمیل های دانشگاه جیمیل نیستن. این در حالی بود که تمام ایمیل هایی که چندلر به پدرش نشون میداد با پسوند جیمیل بودن. حتی آسیب دیدگی گردن اون هم دروغ بود. اون این کارو کرده بود چون میدونست اینطوری میتونه بهانه بیاره برای مدتی بگه که نمیتونه کار جدیدش رو توی سازمان فضایی اسپیس ایکس شروع کنه. روز اول جولای روزی بود که پدر چندلر آقای بارت متوجه شد پسرش داره بهش دروغ میگه و برای همین با دانشکده اون پسر تماس گرفت و خودش رو جای پسرش جا زد تا ببینه آیا واقعا پسرش اونجا درس میخونه یا نه. I'm trying to get an appointment scheduled to meet with somebody to mainly just get a copy of the transcript, you know, other degree verification. Okay, what's your first name? Chandler. So last name is H-A-L, D as in David, E-R-S-O-N. You were taking IT classes, right? I don't see that you were in a program. But I don't see that you were admitted in any program.
همونطور که شنیدید چندلر اصلا توی هیچ کدوم از پروگرام‌های اون دانشگاه ثبت نام نکرده بود. آقای بارت وقتی این موضوع رو فهمید به پسرش چیزی نگفت، اما با اون تماس گرفت و بهش گفت که بیاد خونه و با هم میخوان به دانشگاه برن. و این درست لحظه‌ای بود که جرقه یک نقشه شیطانی توی سر چندلر زده شد. اون میدونست که دیگه دستش رو شده و از اون روز به بعد جایی توی اون خونه نداره و چه بهتر که پدر و مادرش رو بکش و بعد از دریافت پول بیمه عمر اونا برو یک عمر بدون دغدغه زندگی کنه. اما اون پسر این رو هم خوب میدونست که تنها با کشتن پدرش دستش به اون پول نمیرسه، چون ذینفع بیمه عمر پدرش مادرش بود، پس هر دو باید با هم کشته میشدن. So Mitchell, I need to ask you a few difficult questions. Are you a beneficiary for your parents' life insurance? I am. It is in the, if I'm remembering correctly, it is in the ballpark of around $1 million. I believe it went to my mom first. If my dad's death had preceded my mom's, or I guess their policies listed each other as primary, but then yes, also my brother was listed in the same line as I was. اینطور که تخمین زده شده بارت بین ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر توسط پسرش کشته شد و کریستا هم حدود ساعت 5:30، چون اون تا ساعت 5 توی شرکت مشغول کار بود. این که میگم تخمین زده شده دلیلش این هستش که چندلر تا به همین امروز هم جزئیات روز حادثه رو تعریف نکرده و تمام این صحبت‌ها، یعنی در رابطه با اتفاقاتی که روز حادثه افتاده، همش بر اساس مدارک و شواهدی هستش که وجود داره و وکیل چندلر هم خیلی سعی کرد که از این موضوع، از موضوع صحبت نکردن موکلش استفاده کنه و اون رو بیگناه اعلام کنه. اون خیلی تاکید داشت چون هیچ کس دقیقاً نمیدونه که چطور قتل‌ها توی خونه رخ دادن، پس دادگاه هم حق این رو نداره که موکلش رو قاتل اعلام کنه. ولی خب تلاش‌هاش راه به هیچ جا نبرد. Do you know how Bart was killed? Exactly how he was killed. Do you know how Krista was killed? Do you know if it was an awful accident? Do you know if it was intentional? Do you know if there was someone else involved? You don't. And that's a problem. The verdict form on count 1 as signed by the presiding. در نهایت قاضی بعد از یک جلسه نچندان طولانی حکم چندلر رو صادر کرد. اون پسر به جرم 2 قتل درجه 1، مسله کردن و سوزوندن اجساد، گمراه کردن پلیس ها و دروغگویی به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد. چندلر بعد از صدور حکمش وقتی دید وکیلش هم نتونست براش کاری بکنه، از قاضی خواست تا به اون اجازه بده برای بار آخر چیزی بگه. اون همیشه فرصت صحبت کردن داشت، اما این خودش بود که صحبت نمی‌کرد. اما جالبه بدونید که اون توی جلسه دادگاه برای بار آخر چی گفت. Your Honor, I want to take this opportunity to state my intent to appeal my convictions. If there are any lawyers listening and willing to take on my appeal, take a moment to please reach out to me. It's not that I do not have feelings. It's that I was warned to not show them due to the scrutiny of this case. Thank you. به قول ما ایرونیا، طرف اگر نمیدونست پدرش کیه ادعای پادشاهی میکرد. یک انسان کاملا بیهوده و تنبل، دروغگو، هیولا صفت و و و و و. اما جدا از چندلر، برای من این خیلی عجیبه. وکلایی مثل وکیل چندلر که میدونن موکلشون چه جرمی مرتکب شده، چه جنایتی رو مرتکب شده، اما باز سعی در تلاش در دفاع از اون رو دارن و فکر نمی کنن که اگر روزی دفاعیاتشون جواب داد و اون پسر آزاد شد و به اجتماع اومد تا چه اندازه میتونه خطرناک باشه. وکیل هایی که خودشون درس قانون خوندن. و این واقعا برای من عجیبه. حتما در این رابطه عزیزان برام در قسمت کامنت ها بنویسید. مراقب خودتون خیلی خیلی باشید. زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. تا یک پرونده جنایی دیگر، بدرود.